ساعت‌های آینده باید انتظار چه چیزی رو کشید صحبت کن. شادی رسیدن به خط پایان در یک روز بهاری در میان شوک ناشی از انفجاری غیر منتظره گم شد. و فقط چند ثانیه بعد انفجار دوم. مسیر رقابت دو ماراتون ناگهان به صحنه یک جنایت تبدیل شد. جنایتی که تا این لحظه 3 کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشته است. پزشکان بیمارستان‌های مختلف شهر چند ساعت پس از حادثه از وخامت حال تعدادی از آنان خبر دادند. 29 زخمی رو اینجا بردن که 8 نفر از اونها وضعشون وخیم و خیلی ها به شدت زخمی شدن. مسئولان از رئیس جمهوری گرفته تا فرماندار و رئیس پلیس با پرهیز از به کار بردن کلمه تروریسم گفتند هنوز نمی دانند چه کسانی عامل این انفجارها بودند. ما هنوز نمی دانیم چه کسی این کار را انجام داده و چه انگیزه ای پشت آن است. مردم نباید پیش از آن که ما تمامی بررسی ها را انجام دهیم خودشان نتیجه گیری کنند. اما اشتباه نکنید. ما به حقیقت پی می بریم و مشخص می کنیم که چه کسی این کار را انجام داده و چرا. هر شخص یا گروهی که مسئول آن باشد طعم عدالت را خواهد چشید. بسیاری از مردم که در چند قدمی خط پایان بودند همچنان در بهت این واقعه هستند. امروز مثل خیلی از کسایی که شوق داشتم ماراتون رو ببینم، من رفتم مرکز شهر بوستون. خیلی دوست داشتم که نزدیک بشم به خط پایان، داشتم به سمت اون ور میرفتم که یهو صدای دو تا انفجار شنیدم به فاصله 30-40 ثانیه از هم دیگه. بعد ولی هیچ ریاکشنی از مردم نمیدیدم، همه خیلی ریلکسن، دارن راه میرن. من فکر کنم اشتباه شنیدم، ولی بعد که اونم روبرو وایسادم دودو دیدم. بعد که دودو دیدم و بعد دیدم که همه دارن با هم صحبت میکنن، یه بعد خواستم موبایلم بیام، دیدم که موبایلم همه قطع شده، فهمیدم که نمیست که واقعا یه اتفاقی افتاده. شهر بوستون به یک دژ امنیتی تبدیل شده است. پلیس میگوید بمب دیگری هم در کتابخانه شهر منفجر شده که تلفاتی نداشته است و بمب چهارمی را هم پیش از انفجار خنثا کردند. در غیاب پذیرش مسئولیت این حمله و ادامه تحقیقات نیروهای امنیتی اینکه چه کسانی و چرا دست به این کار زدند، مهمترین پرسش در 24 ساعت آینده خواهد. بهمن، همونطور که در گزارشت هم اشاره کردی هنوز مشخص نیست عاملان این حادثه چه کسانی هستند، اما تحقیقات ادامه داره. آیا انتظار میره که بتونه نتیجه تحقیقات به زودی مشخص بشه؟ حدود یک ساعت دیگه کنفرانس خبری برگزار خواهد شد که فرماندار، رئیس پلیس، مسئولان پلیس فدرال اینجا صحبت خواهند کرد.